سلام بینندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 17 مارت است. ساعت به وقت شهری پراگ رساده. حالا نگاه می اندازیم به موضوع برنامه خبری امروز. برنامه ساعت رسا 5 به وقت شهری دوشنبه در صحیفه آزادی ویدیو مستقیما نشر می شود و ثبت آن را هم می توانید آنجا ببینید. روز 17 مارت در نخستین جلسه مجلس نمایندگان دعوت ششم، محمد طاهر زاکرزاده نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب گردید. هنوز از زمان پیشبری شدنش به نامزدی در انتخابات کارشناسان حدس می‌زدند که محض او رئیس پلته پایانی پارلمانی تاجیکستان خواهد شد. در اجلاس روز سه‌شنبه معاونان رئیس و رئیسان کمیته های مجلس نمایندگان نیز انتخاب شدند. زاکرزاده در انتخابات پارلمانی روز 1 مارت از حوزه انتخاباتی رشت به پارلمان راه یافت. او تا زمان پیشبریش به عنوان نامزد به وکیل پارلمان تاجیکستان در مقام معاون نخست وزیر کار میکرد. محمد طاهر زاکرزاده از این قبل در مقام رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی تاجیکستان فعالیت کرده است. در اجلاس امروز قرار است همچنان پرزیدنت امامعلی رحمان نیز شرکت ورزد. اجلاس نخستین پارلمان چگونه گذشت و چی ها گفته شد؟ تفصیلات این خبر را در سامانه www.azadi.org می توانید بخونید و هم در برنامه اخبار گزارش مفصل را در این باره به شما نمایش خواهیم داد. روسیه ورود خارجیان را تا 1 ماه دیگر قطع می کند. تقدیر مهاجران تاجیک چی می شود؟ با توجه به افزایش حالت های گرفتار شبی با کرونا ویروس در روسیه، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که از فردا ورود خارجیان را تا 1 ماه دیگر منع میکنند. این هم در حالی است که صدها مهاجران تاجیک این شب و روز بلیط سفر به روسیه و یا برعکس را در دست دارند. مسئولان تاجیک چی میگویند؟ تا این لحظه ها در رجه پرواز یگان دیگرگونی وارد کرده نشده است و ساعت های نزدیک جانب روسیه باید مشخص کند که پروازها چگونه صورت خواهند گرفت. ما کوشش خواهیم کرد تا برنامه خبری در این زمینه به شما تفصیلات بیشتر بدهیم. زمینن تاجیکستان در قطار 20 کشوری هست که تا کنون موارد های گرفتاری به کرونا ویروس در قلم روش آشکار نشده است، اما مقامات میگویند با دریافت کمک های طبی از کشور و سازمان های خارجی مواد ضروری پزشکی را برای مقابله با این ویروس ذخیره میکنند. در برنامه امروز در این باره گزارش خواهیم داشت. در این برابر نظری مقامات تاجیک را در باره بستن یا نبستن مکتب و باغچه های کودکانه پیشنهاد شما خواهیم کرد. در ادامه موضوع کرونا ویروس، در شرایطی که در جهان کمبود نقاب های طبی احساس می شود، دانشجویان ایرانی داوطلبانه نقاب های طبی استحصال نموده به پول به شفاخانه ها تقدیم می کنند. آنها امید دارند که در رفع کمبود ماسک های طبی در این کشوری خاور میانه سهمگیر خواهند بود. باید گفت در ایران شماره گرفتاران بیماری کووید 19 به تخمینا 15000 نفر رسیده است. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان ترتیب ستانیدن پول ایلاوگی یا پرداخت ابوننتی از مشتریان را تغییر داد. این خدمات با شرکت های موبیلی کشور دستور داده است که این قرار از 1 می امسال به اجرا درآورده شود و این مبلغ من بعد نه از مشتریان بلکه از شرکت های موبیلی ستانیده می شود. از سال 2015 به این سو از صاحبان هر یک سیم کارت در 1 ماه 80 درمی ستانیده می شد. شرکت ها می گویند این حق استفاده هر یک شماره موبیلی است. چون و چرای این موضوع را بعد 3 ساعت دیگر تقدیم شما میکنیم. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوع های برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.